عشق در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. این واکنش برخی از نمایندگان مجلس به جدایی بحرین از ایران بود، جدایی که اردشیر زاهدی درباره آن میگوید: یه حرفی هم زد که من گریم گرفت. آقای زاهدی، بابای شما خوزستان نجات داده و حالا شما دارید بحرین از دست. سال 1347 پس از خروج نظامیان انگلستان از خلیج فارس، بحرین که سودای استقلال در سر داشت با حمایت انگلستان وارد مشاجره با ایران شد، که در این باره خسرو افشار قائم مقام وزارت امور خارجه وقت میگوید: علاوه دستشون رو باز کردن، گفتن از لحاظ اقتصادی یک بار رودوش ما، بنابراین بحرین یه جایی است که نه از لحاظ اقتصادی به درد ما میخوره، نه از لحاظ استراتژی تنگی هرمز در دستمون و جزایرمون، نه از لحاظ سیاسی و جز زحمت و دردسر و خرج هیچ چیزی برای ما. در آن زمان بالغ بر 3,800,000 تن نفت از چاهای نفتی بحرین استخراج می‌شد. علاوه بر آن، صنعت شیلات و منابع آلومینیومی نیز در صدر منابع بحرین بودند. با وجود این منابع عظیم، محمد رضا پهلوی درباره جدایی بحرین از ایران در مقابل انگلستان هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد و برای اینکه این جدایی مایه سرافکندگی او نشود، از مشاورین خود کمک می‌خواهد. چیزی که به علاوه عرض کنم که بابا، خب حالا که شما علاوه تصمیم داری، باید به طرز آبرومندی این کار عملی بشه. مبادا اسم اعلیحضرت یک روزی لکه‌دار بشه. گفت مثلا چیکار بکنیم؟ گفتم باید فکر کنیم که یه مرجع دیگری، یکی از سازمان ملل مثلا. این فکر همینجوری به نظرم اومد. تا من اسم سازمان ملل رو گفتم، اعلیحضرت اظهار کرد خیلی خوب فکریه، همینه بچستیم. زاهدی میگوید سازمان ملل در بحرین شروع به همه پرسی کرد. نماینده سازمان ملل بیاد بره همه پرسی کنه و این نماینده با اشخاص مختلف شیعه و سنی حرف بزنه، ببینن چی میخوان، اون چی خواستایی اونا باشه اونطور عمل بشه. و پس از مطالعات لازم، دولت تصمیم گرفت که در این مورد به سازمان ملل متحد که تنها مرجع حل اختلافات بین المللی است متوسل گردیده و مسئولیت کسب تمایل باطنی و آمال واقعی اهالی بحرین را به این منطقه جهانی که مورد قبول قاطبه ملل است واگذار نماید. و در نهایت شیخ بحرین 23 مرداد 1350 بیانیه استقلال رسمی این کشور را اعلام کرد. البته فقط بحرین نبود. در زمان پهلوی اول 800 کیلومتر از کوه آرارات رو به ترکیه دادن و دشت ناامید رو با مساحت 3000 کیلومتر به افغانستان واگذار.